أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى يوم الدين. بحثمون این بود که فرض کنیم عبارتی به عنوان الأئمة من قریش داریم، ولی به خود روایات زیادی که از پیامبر بزرگوار نقل شده راجع به این که امام از قریش است یا خلیفه رو خلفا رو فرمودن از قریشان یا اینکه عمرا هر سه تعبیر هست، شاید ملک هم باشد در بعضی از روایات، این روایات یه دسته زیادی از روایات هست که خود اهل سنت هم نقل کردن. یعنی فعلا ما جوابی که میخواییم عرض کنیم جواب و استناد با روایتی که شیعه نقل کردن نیست، بلکه خود اهل سنت، خود مسلم در صحیحش نقل کرده و افرادی رو اینجا ذکر کردم بنده که شاید حدود 40-50 تا طریق باشه که خود اهل سنت این مسئله را که ائمه از قریشند مثلا نقل کردن و در اون روایات این است که پیامبر نفرموده الائمه من قریش، بلکه پیامبر فرموده است که بعد از من 12 نفر ولی امر شما دارید، امام دارید یا خلیفه دارید یا امیر دارید، 12 نفر. این روایات مرحوم علامه مجلسی این روایات رو در ابوابی که مربوط به ولایت امر امیر علیه السلام هست در بهار آورده و مفادش این است که بعد از من 12 نفر امام یا خلیفه هست که در برخی از اینها اینم دو دستن خودشون، یه دسته این است که فرمودن این 12 نفر از قریش هن، یه دستم نه فرمود 12 نفر خلیفه بعد از من هست. اون وقت نتیجه این میشد که یه چند تا روایت داریم، فرض کنیم عرض کردم که فرض کنیم سندش معتبر است و قرینه ای بر اراده جمع یه معنای خاصی که مراد از امام کسی باشد که تصدی امر رو داشته باشد ولی اون که شارع هم قبولش نداشته باشه نیست، بلکه فرموده الائمه من قریش، این عموم داره. اون وقت در مقابل این تعداد روایات زیادی هست که دارد ائمه بعد از من 12 نفرن و این هم خودش دو طایفه هستن، یه طایفه شون گفته است این 12 نفر از قریشن، یه طایفه شون فرموده نه این 12 نفر. و پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشد که از پیامبر بزرگوار 2 دسته روایات، حال اگر نگیم 3 دسته وارد شده. یه دسته فرموده الائمه من قریش و چه بسا گفته بشد این الائمه من قریش عموم داره، همه زمانها رو شامل میشه. یه دستم فرموده که بعد از من 12 نفر خلیفه هستن و 12 نفر امام هستند که خود اینها یا در برخش که عددش به 20 از 20 بیشتر میشه، در تعداد از اینها دارد که این 12 نفر از قریشن، تعداد از اینها هم ندارن این رو، ولی فرموده خلیفه بعد از من و امام بعد از من 12 نفرن. خب وقتی ما این 3 دسته روایات را که یکی گفته ائمه من قریش، یکی هم فرموده ائمه بعد از من 12 تا هستن، این 12 نفر از قریشن یا نه 12 نفر هستن، کنار هم بگذاریم معلوم میشد که اون روایاتی هم که فرموده ائمه من قریش یه مطلب جدید و تازه نمیخواد بفرماید که بسازد با این که ولو 100 تا ولی یه امر باشه، 12 نفر بیشتر نیستن. تصریح کرده است که این 12 نفر امامن بعد از من و بعد از اینها اسلام اونطوری که باید و شاید در برخیش داره. عرض کنم که تحقق پیدا نمیکنه. یکون و بعده الهرج یا القتل، به هم میریزه زندگی مردم. خب این روایات سگانه را وقتی کنار هم بگذاریم
استفاده عرفی این است که اون روایاتی هم که گفته الائمه من قریش مخالفت نداره با این روایاتی که گفته 12 تا است. این 12 تا تقریبا تصریح توش که 13 تا نیست. پس اون که فرموده الائمه من قریش یعنی این 12 نفری که ما گفتیم این 12 نفر از قریش. اون وقت وقتی این 12 نفر شد 12 نفر که اشخاص خاصه باید باشن. نمیخوایم بگیم که حالا حتما ما روی مذهب تشیع بحث میکنیم که 12 نفر 12 نفر مخصوص ائمه معصومین علیهم السلام هستن که یکیشون امام 12 است که در تمام ازمنه تا قیام قائم علیه السلام زنده است و مقصود از این 12 تا خصوص 12 نفر عرض کنم که ائمه معصومین هستن. این روی مسلک شیعه است، نمیخوایم اینطور بحث کنیم اصلا. نه دارا 12 نفرن. خب وقتی فرموده الائمه من قریش و فرموده باشد که بعد از من 12 نفر امام داریم و این 12 نفر این و این رو در 230 تا از این روایات داره، در 15 تاش نداره و این 12 نفر از قریشان کنار هم بذارم این میشد که این که فرموده الائمه من قریش یعنی همون 12 تایی که من میگم که بعد از من 12 امام هست، این 12 تا همین ائمه ای که بیش از اینها هم نیست، تصریح هم داره به این جهت بیش از اینها نیست، اینا همشون از قریش هستن. بنابراین نتیجه چی میشه؟ این 12 نفر که در 12 نفر خاص میشه و در یک زمان محدودی طبعا خواهد بود، یعنی به حسب طبع اگر حساب کنیم خود 12 نفر خصوصا اگر پدر و پسر باشن 12 تا 100 سال بیشتر نمیشه که هر کدوم فرض کنیم که 100 سال عمر بکنن میشه 1200 سال کلش، و معمولا هم کمتر اگر پدر و پسر باشن، فاصله بین پدر و پسر 300 سال نیست که ممکنه 500 سال باشه. این زمانهای طولانی رو که الان برای ما پیش آمده و غیبت و در زمان غیبت هستیم که عرض کنم که 1400 سال یا بیشتر گذشته، این زمانها رو شامل نمیشه، بلکه تقریبا 200-300 سال فوقش. حالا خیلی عرض بکنم که اغماز بکنیم که هر پدری با پسرش که حساب کنیم، خصوصا اگر بخوان همشون پدر و پسر باشند و امام هم باشن، شاید 10 تا 60 سال بشه 600 سال. 12 تا 60 سال بشه که 700 سال. اما این زمانی رو که الان ما درش هستیم که 1400 سال از هجرت گذشته، این زمان رو شامل نمیشه. طبعا مراد از اون الائمه من قریش باید یه افراد خاصی باشند که شامل زمان غیبت نمیشه. خلاصه عرض من این است که میخوایم بگیم که وقتی جمع کنیم این 3 دسته را با هم، نتیجهش این میشد که مراد از الائمه من قریش همون ائمه است که خود پیغمبرم فرموده 12 نفر بیشتر نیستن. بیشتر نیستن، توجه کن، نه 12 نفر هستن، 12 بیشتر نیستن. ثم یکون بعدهم الهرج، همونا هستن. خب این 12 نفر از قریشان، اما بعدش چطور؟ ما الان میخوایم، یعنی این کسی که استدلال میخواد بکنه به این روایات، میخواد استدلال کند که این روایات دلالت میکند که در سال 1400 هجری هم اون کسی که میخواد ولی ام باشه باید از قریش باشه. شامل نمیشه اصلا این زمان رو، شامل ازمنه قبل است. پس نتیجه این میشد که عمومی برای الائمه من قریش نسبت به زمان غیبت که فاصلهش با زمان صدور روایت 1350 سال یا بیشتره، این زمان رو شامل نمیشه اصلا تا بتونیم به عمومش استناد بکنیم. پس اینم یک راه دومی است غیر از اون راه اول. راه اول این بود که اصلا به خاطر ذیلی که فرموده است که در بین این ائمه کسانی هستن که به احکام خدا عمل نمی کنن و علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، از اون ذیل استفاده میکنیم که اصلا این الائمه ائمه الهی نیستن، کسانی هستن که خود به خود میان و تصدی امور رو میکنن. پس شامل نمیشود ائمه الهی رو، چون ما در امامی که عرض کردیم که از شرایط قطعیش هست و خود پیامبران فرمودن ان یکون ورعون یحجز و ان معاذ الله، باید این طور دفته باشه. و این کسی نیست که خلافی بکند که و علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. اصلا الائمه من قریش چون اون طور افراد مرادن، شامل کسانی که متصدی میخوان بشند و توجه به
احکام الله دارند و عمل به احکام الله میکنند نمیشه. این یک. دو، این که از این اگر بگذاریم بگیم نه عموم داره، باز از نظر زمان فقط با به قرینه روایاتی که اینها رو 12 نفر شمرده و فرموده از 13 نفر نیستن، انحصار پیدا میکنه به فوقش به 300 400 سال یا 500 سال 600 سال. اما زمانی که الان ما درش هستیم که 14 قرن از هجرت پیامبر بزرگوار گذشته، این زمان رو شامل نمیشه این روایات. نمیخوایم رو مسلک شیعه جواب بدیم، نه، رو وضع عادی که پیغمبر فرمودشون رو همین حساب دارن استدلال میکنن. استدلالی که به این هست، این هست میگه الائمه من قریش، یعنی شما میخواید بگید الان یه نفر غیر معصومی میخواد ولایت امر داشته باشه، درست نیست. چرا؟ برای اینکه باید از قریش باشه. خب این طبعا وقتی میشه بهش استناد کرد که این الائمه من قریش ناظر به زمان غیبت هم باشه. و به این ترتیبی که عرض کردیم که منظور از این ائمه همون 12 تاست، 12 تا فوقش، این فوقش من میگم فوقش 12 تا 60 سال، 60 سال هم نیست، چون 12 60 سال وقتی میشد که اون نفر اول از دنیا برد و 60 سالش باشه، این نفر دوم هم مثلا 20 سالش باشه، 60 سال دیگه هم زنده بمونه. در حالی که خب چه بسا اینطوری نیست، معمولا هم در وکلایی که برای ائمه علیهم السلام بودن اینطور نبودن که فاصلهشون حتما 70 سال باشه. یه نفر پیرمرد بوده، یعنی مردی بوده محترم، از دنیا میرفته، وکیل حضرت امام عسکری یا امام هادی یا حضرت ولی عهد جل الله تعالی فرجه و شریف بوده، بعد یه کسی دیگری که آدم محترم بوده که علل قاعده سنش هم 50-60 سالی بوده، او رو ولی خودشون وکیل خودشون قرار میدن، بعد اون 30 سال بوده است و دوباره او از بین میرفته، فاصله ها به اندازه 30 سال چه بسا بیشتر بینشون نبوده. و لذا 12 تا عرض کنم که 60 سال حساب کنیم که 720 سال میشه، این غیر عادیه. معمولش این است که 12 تا 30 سال فاصله باشه. تازه 30 سالش هم خیلی زیاده که حتما باید به 90 سال عمرش برسه اون کسی که میخواد اخیراً ولی امر بشه و وکیل بشه. حالا این بحث قهرن احتیاج داره به این که ما یه تعدادی حداقل این روایاتی که از خود اهل سنت مرحوم علامه مجلسی در این جلد 36 از کتاب بهار چاپ جدیده در باب 41 از ابوابی که باب 41 باب و نصوص رسول صلی الله علیه و آله علیهم السلام، یعنی نصوصی که از پیامبر بر ائمه 12 گانه وارد شده، این عنوان بابه و به 200 بیشتر میرسه. ما تعدادی از این روایات رو که همین روایاتی است که باید از قریش باشند یا تعداد ائمه را بعد از پیامبر ذکر کرده، همین رو میخونیم که میبینید 12 تا سونه 13 هم نداره. اینجا با توجه به پاورقی که برای این کتاب هست که از روی این نسخه این احادیث بهار آورده شده، حدیث 91 و 153 و 154 و 156 از انس نقل کرده، همون انسی که همین روایت الائمه من قریش را هم ازش نقل کردیم، در مناقب ابن شهرآشوب است. و مما رواه ابو الفرج محمد بن فارس الفوری یا قوری المحدث به اسناد ان انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یکون منا 12 خلیفه، از ما 12 خلیفه هست. دیگه نگفته است که این از اونایی است که نگفته از قریشان. عرض میکنم که منتها خب چون میخواستیم روایت انس رو نقل کنیم، این 91 رو ینصرهم الله علی من ناواهم ولا یزرهم من عاداهم، این روایت عرض میکنم که همون 12 نفر رو گفته، منتها ندارد که فقط 12 یکون منا 12، 12 تا فقط خواهند بود. و بعد اینجا که نقل کردیم روایت 153 این باب باز همین مضمون رو تقریبا داره. شما عرض کنم که 153 در مرحوم صدوق از کفایت الاثر
صدوق نقل میکنن، ابوالحسن علی جبن حسن ابن محمد ابن منذر، منذر رو چیز دیگه نوشته، ان هارون ابن موسی ان احمد ابن محمد ابن صدق تر رقیب به مصر ان ابیه ان محمد ابن خلاد الباهلی ان معاذ ابن معاذ ان ابی اون ان هشام ابن یزید ان انس ابن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الائمه بعدی الائمه، اینجا هست، اونجا خلفا بود، اینجا الائمه بعدی اثنا عشر ثم اخفا صوته، بعد پیامبر صداشون رو کوتاه کردن، فسمعته یقول کلهم من قریش، ائمه بعد از من 12 تا هستن، تمام 12 نفر هم از قریش هستن. و بنابراین این الائمه ای که بدون قیدم ذکر کرده وقتی خودش فرموده 12 نفر هستن، خود همون انس ابن مالک هم نقل کرده است این رو از پیامبر بزرگوار. روایت بعدی، روایت بعدش هست که همون 154ه، روایت 154 باز همین کفایت الاثر نقل کرده، ان عاصم ان ابی العالیه ان انس قال سمعت النبی صلی الله علیه و آله یقول الائمه بعدی 12 ثم اخفا صوته فسمعته یقول كلهم من قریش. اینو کنار هم گذاشته بشه، اون ائمه که فرمود الائمه من قریش یعنی 12 تا هستن، 12 تاشون قریشی هستن، پس غیر اون 12 تا رو شامل نمیشه، پس در نتیجه زمین زمان ما رو شامل نمیشه که بخوای بهش استناد بکنی. این سه تا. چهارمی عرض میکنم که روایت 156 باز در همون کفایت الاثر صدوق است که ان حفصه بنت سیر ابن یاس بنت سیرین، ان حفصه بنت سیرین، من افراد قبلش رو حذف کردم، قالت این حفصه قال لي انس بن مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول يقول الائمه بعدي 12 ثم اخفى صوته فسمعته يقول كلهم من قريش، یعنی 12 تا از قریش هستن. اما اینکه در تمام ازمنه اینطور باشه مخصوص 12 نفر، این عباراتی که از انس بن مالک نقل شده. از ابن مسعود هم به اسانید ششگانه ای ذکر کرده، این صفحه روایت 87 203 104 و 132 80 و مناقب ابن شهرآشوب، حدثنا جماعت عن الکشمهینی عن القریری عن البخاری قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا قندر قال حدثنا شعبه عن عبد الملك قال سمعت جابر بن سمره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 اميرا، 12 تا امیر خواهیم داشت. فقال كلمه لم اسمعها، بعد از اینکه فرمود 12 امیر خواهیم داشت یه جمله هم گفت که متوجه نشدم چی گفت، از پدرم پرسیدم، فقال ابي انه قال كلهم من قريش، این در تاریخ خطیب، اخرجه الخطیب فی تاریخه. خب باز اینجا نقل کرده است از جابر ابن سمره 87، اینجا اشتباه شده که این 87 ما خواستیم از ابن مسعود باشه، این از ابن مسعود نبود، مگر اینکه کتاب خطیب هم که مولای ابن مسعود باشه، نمیدونم من. بله، این روایت 87 اینجا نوشته شده. روایت بعدی که هست روایت 103 باز در کفایت الاثر صدوق است، تا اینکه میرسد آخر به عبدالله ابن مسعود، قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول الائمه بعدی 12 كلهم من قریش، نه الائمه من قریش، الائمه بعدی 12 كلهم من قریش. اینم باز نشون. روایت بعد 104 باز میرسد به عبدالله ابن مسعود، سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول
الائمه بعدي 12 تسعه من صلب الحسين و تاسع و مهدی هم، این که تصریح به ائمه شیعه هم کرده. این روایت 104. روایت بعدی روایت 132 قال، مسروق میگوید کنا عند عبدالله ابن مسعود فقال له رجلون احدثكم نبیكم کم یکون بعده من الخلفاء، پیامبر شما برای شما حدیث کرده است که چند نفر خلیفه بعدش خواهد بود. فقال له عبدالله نعم، بله فرموده، و ما سألنی انها احد قبلک و انک، به همین مسروق گفت که لانک لأحدث القوم سنن، جوانترین قوم هستی از ذر سن. سمعته صلی الله علیه و آله یقول یکون بعدی من الخلفاء عدت نقباء موسی 12 خلیفه کلهم من قریش. اینم باز روایتی است که عرض کنم که عبدالله بن مسعود نقل کرده است که اینجا هست. روایت دیگر و همینطور عرض کنم که از سلمان نقل کرده، از مسروق نقل کرده، ام عمر بن الخطاب نقل کرده که تمام اینها من قریش هم داره. کل منهم مرتن واحده. یکی از اینها حدیث 73 هست و 142 و 164. 142 عن سلمان الفارسی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الائمه بعدی 12 ثم قال كلهم من قريش ثم يخرج قائمنا فيشفي صدور قوم المؤمنين الا انهم اعلم منكم فلا تعلموهم، این 12 امام از شما اعلمن، الا انهم اترتي من لحمي ودمي، که این اضافه است که در نقل سلمان هست. و ما بال اقوام يؤذوني فيهم، ما لهم چشونه، لا انا لهم الله شفاعتی، خدا شفاعت منو به اینها نرسونه. اینم روایت 142 بود. بعد از این روایت 164 162 164 عرض میکنم که عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول الائمه بعدی 12 ثم اخفى صوته فسمعته يقول كلهم من قريش. بله حالا این پاورقی هم داره، قال ابو المفضل هذا حدیث غریب. حالا حدیث غریبش که گفته 12 نفرن و خودش هم گفته است که پیغمبر فرمود کلهم من قریش، غریب بودنش که عمر خودش گفته، نمیدونم. هازا حدیثون غریب لا اعرفه الا عن الحسن ابن علی ابن زکری البصری، که توی سند اون اولش ابو المفضل محمد ابن عبدالله از حسن ابن علی ابن زکری العدوی معلوم میشه با بصری که بوده، به هازا الاسناد. و کتب تو ان به بخارا یوم الاربعا، رو چهارشنبه بود در بخارا روایت رو از اون نوشتم، و کان یوم العاشور، روز عاشورا هم بود، که این خصوصیات ذکر میکنه که علل قاعده روز عاشورا بوده، چه بسا اگر برای خلاف گفتن است قصد خلاف نداشته. و کان من اصحاب الحدیث الا انه ثقه فی الحدیث و کثیرا ما کان یروی من فضائل اهل بیت علیهم السلام. مناقب هم همین روایت رو از عمر ابن الخطاب نقل کرده که دو سند میشه برای این روایت، که باز 12 نفرن و همشون از قریش هستن. عرض میکنم که و همینطور از ابی اسامه با 3 سند ذکر شده، از ابی جحیفه، که تمام اینها دارد که اینها 12 نفرن و این 12 نفر کلهم من قریش هستن. بعضی از اخبار عرض کردم این اخبار دو دسته هستن، بعضی از اخبار هست که 12 نفر هستن دیگه کلهم من قریش نداره. اینها هم باز
در این روایات رو در بهار از جمعی از اصحاب پیامبر مرحوم مجلسی نقل کرده. فقط رواها عرض میکنم که عن ابن مسعود به طرق سمانیه، که غیر از اینی که این پاورقیش نوشته، نگاه کنید، فقط رواها عن ابن مسعود به طرق سمانیه، که اینجا نوشته شده در طرق سمانیهش رقم 8 و 10 و 16 و 18 و 90 و 132 و عن انس ابن مالک به طرق سته، که نداره کلهم من قریش، فقط گفته 12 تاست یا ازید، و عن عبدالله ابن عمر به طریقین، که گفتن 12 تا هستن، ندارن کلهم من قریش، و عن ابن عباس به طریقین، از ابن عباس هم به دو طریق نقل شده، و عن سلمان به طریقین، و عن غیر هم ایزن به طرق اخرى، که اینجا ذکر شده است رقم 39 187 192 193 198 203 205 و 222. و این وضع روایات هست که یه نفر نقل کرده باشه، دو نفر نیست و یک سند هم نیست، هم روایاتی که فرمودن پیامبر فرمود بعد از من 12 تا امیر یا امام هست و کلهم من قریش، یا اینکه فرمود 12 نفر بعد از من هستن، وقتی پیامبر فرموده باشه 12 نفر بعد از من هستن، یا حالا فرموده باشه 12 نفر همشون قرشی هستن، یا اینکه نفرموده باشد 12 نفر است یعنی 13 نیست. در بعضی از این روایات هم چالا نداشت این رایی که خوندیم سمیت کون و بعد حول هرج یا القتل یا النفق و النفاق یا و النقاف، چون گفتن اون نفق و نفاق هم به معنای همون خون ریزی و اینها هست، بعد از اینها خواهد بود. وقتی فرموده باشد 12 نفر بعد از من امام خواهد بود که 13 نداره، از اون طرف هم فرموده باشد الائمه من قریش، الائمه 12 تا بیشتر نیستن، قهرن علی القاعده اینها منطبق میشد بر غیر کسانی که به این زمان غیبت سده 14 هجری میرسد. پس این ائمه ای رو که پیامبر فرموده، بر فرضی که قبول بکنیم اختصاص به امامان عادی نداره چون اشکال اول بود و عموم داره، شامل زمانی که مثل زمان غیبت ما باشه نمیشد، پس نمیشه عمومش گفت، شامل اینها هم میشه تا ازش استفاده کنیم که در زمان ما هم پیامبر فرموده است که باید قرشی باشند. این جواب دومی است که یعنی یک تکه از جوابش، یه جواب خاصی است که از این روایات هست. جوابهای دیگری هم داریم که انشالله میخوانیم، چون رسیدیم به مسئله عرض کنم که ولایت امر و امامت ائمه علیهم السلام، و گرچه در اسناد خودمون احتیاج به اینها نیست، ولی خب برای اینکه روشن بشه، خود همینایی که نقل کردن الائمه من قریش، خودشون گفتن ائمه 12 تا هستن، خودشون گفتن 13 نداره و این 12 تا از قریشن، یا 13 نداریم و طبعا اختصاص به زمان قبل از زمان غیبت ما پیدا می کند، و قهرن الائمه من قریش شامل کسانی که در زمان غیبت میخوان متصدی امر ولایت بشن نمیشه. حالا دو تا جواب دیگر هم باز از اینها هست که انشالله به روزهای بعد مکول میشه، که ولو این که توی این متن کتاب این روایات رو نیاوردیم، اما یه ذکری از این روایاتی که علمای بزرگ ما زحمت کشیدن، بالاخره در کتب مختلفی، مناقب ابن شهرآشوب، کفایت الاثر شیخ صدوق، نمیدونم کمال الدین، غیبت شیخ طوسی، اینا از همین کتاب ها نقل کرده مرحوم علامه و جمع آوری کرده اینجا، ما حداقل یه دفعه سرسری این طوری که عرض میکنم بخونیم که بدونیم که همون هاش جور زحمت کشیدن، و همین که الحمدلله تعالی ادله ای رو که ما داریم برای مطالب یه عدله روشن قطعی است که خیلی هم علمای ما زحمت کشیدن تا این کتاب ها رو نوشتن. بالاخره انشالله یکی دو روز دیگه دو تا جواب دیگر است که به دنبال او و برخی مسئول دیگر خواهیم داشت.